صندلی. بله. برگاه تو عباس علی کو. خب اینا برگاه عباس علی. اینم برای شما. اینا رو امضاشو بگیر. من برم یه تلفن بزنم. باشه. امضای چی؟ این جایی که علامت زدم. اسمتون رو می‌نویسید امضا. آقا من الان باید چیکار کنم؟ همین رضا به توضیح میده چیکار باید بکنی. دست شما درد نکنه. چشم. بشینید تو. چشم کارتون راحت. چیشه عباس علی؟ ها. سریع امضا کن، کلی کار داریم. اینا چیه که باید امضا کنم؟ دست دست نکن دیگه بابا. این قوت بیاری میری یکی دیگر میاره. خود میره دو جیبه یه غریبه. نگران نباش. نه نگران چی؟ مشکلی پیش اومد مسئولیتش با من. برو بشین امضا کن. خودکار داری؟ برو بشین. آخ بیا. چیزی چه؟ ها؟ نه. بردم آجابا براش. سلام سلافا. سلام. همه این کارهای بانک تموم شد؟ بله آقا همش انجام شد. درست. این برگاه رو جایی که علامت زدم امضا کن، انگوش بزن. عباس علی سالار خان خیلی بهت لطف کرده. دست شما درد نکنه. ایشالله مشکل چیزی نباشه، همه چی حل بشه. چرا آبری منو داری میبری؟ امضا کن دیگه. نمیگم یعنی مشکل چیزی بگم یعنی حل. آبری منو نبر دیگه، امضا کن. فقط ما یه بار دیگه هم باید شما رو ببینیم. واسه کار هر وقت شما بگیم من در خدمت. حمیدرضا بهت خبر میده. اینجا هم هست؟ بله. یعنی تمومه دیگه آقا ها؟ مبارک. ممنون. تو فکری عباس علی؟ بیا بیرون. بیا بیرون. سالار خان به هر کسی اعتماد نمی کنه. تو هم رو حساب قوم و خویشی با من قبول کرده. مقلبا بزن، مقلبا بزن. یه محمد رضا من نفهمیدم چی شده. یعنی اون ورقا و کاغذا رو همه رو حساب حرف تو امضا کردم ها. پس نماز رو حساب حرف کی باشه؟ حساب حرف من بود دیگه. بابا انگار دستت نیومده. تو الان مدیری، سمت گرفتی. نگران چی هستی؟ هر چی شد خودم حواتو دارم دیگه. من الان رو چه حساب مدیرم؟ رو حساب اعتماد سالار خان به من. بد شده؟ از این در به دری در اومدی؟ از این وضعیت خراب؟ خب من الان مدیر چیه؟ مدیر کجا هم؟ موقعش که شد میفهمی. یعنی میگم که من کی مشغول به کار میشم؟ این فعلا دستمزد امروزت. بعد به وقتش خبرت. دستت درد نکن. دولارشه؟ چقدر زیاده؟ 150 میلیون تومان. 150 میلیون تومان؟ مگه من چیکار کردم؟ 2 ساعت کار اینقدر پول داره؟ گل دستت نیومده؟ نه بابا مدیری، سمت گرفتی. خیلی زیاده. این یعنی من نمیفهمم آخه 150. عباس علی ما تو 7 جد آباد مدیر داشتیم؟ نه. رئیس داشتیم؟ نه. عمو خدا بیاموز فکر میکرد عباس علی بشه مدیر؟ اینم به خاطر پسر عمویی. چیه؟ آه از اینا. برای خودم سیاه گرفته بودم، برای تو سفید. دروغ میگی. هوایی ما رو داشته باش. هوا تو دارم.
چرا اینجوری میکنه؟ گرونت بینم پول ها. ببین چی برات خریدم؟ از این بی سیمی هاست میزنه تو گوشت، راحت کاراتو انجام میده. این همه پول بابت چی دادم به تو؟ تو مای چه کاری ازت برمیاد که یه حقوق پول بگیری ها؟ عزیزم من لابد یه کاری ازم برمیاد دیگه. اونا هم که ما خوشون تعدیل نیست همینجوری به هر کسی پول بدن. بیا اینو ببین، خوشت نیومد؟ والا این پول فردا میبری پس میدی، امضاتم پس میگیری. یعنی چی پس میدی پس میگیری؟ اون ماجرا تموم شده، شما هم لاف لطفاً اینقدر حساس نشو دیگه. خواهش میکنم فردا میخوام برم برات لباسای رنگی خوشگل بخرم، کتابای کنکور تو بگیریم. این پول نمیاری تو زندگی ما عباس علی، خلاص. بابا پول حلاله که کیف میده. بابا تو از کجا میدونی اون پول حرومه؟ هی حروم حروم میکنی آخه. حروم هم نباشه شوپناکه. شوپه چی؟ بابا تا کی میخوای توی اتاق 12 متری زندگی کنی؟ هی لواشک و ترشو درست کنی، منم هی برم دست فروشی کنم. نکن گربونت برم، باش باید دولنون دیگه. سقف آرزوات رو بر بالا دیگه. سقفم خوب الان. به یه انگورام دست نزم، مال مردم از شهر راضی نباشن. خیلی خوب بابا، همه راضی هم. همه راضی هم. تو فقط ناراضی. من با ابراهیم صحبت کردم، من طبقه بالا میخواییم بیایم این ور جای بزرگتر. همون که گفتم عباس علی. آقا عباس علی بله آقا ابراهیمی. خواهش کنم آروم باشه. بله آقا ابراهیمی. بله جانم. سلام. چی شد؟ ما آماده مشکلی نسله. خب اگه آماده ای همین الان بریم قرارداد و قلمیش کنیم تمومش بره. میگم حالا نمیشه یه دو سه روز دیگه این کارو بکنه؟ منو گذاشتی سر کار؟ نه بابا، مستجر پاش بود ردش کردم رفت مرد حسابی. نه میدون ما جا به جا میشیم. من اصلا چرا باید شوخه رو بذارم سر کار؟ گربونت پس چرا باید چند روز صبر کنم؟ میگم یعنی خیالتو میخوام راحت کنم که حتما ما جا به جا میشیم. اگر پول کم داری باید کنم. نه اصلا ماشین پول و اینا نیست. هست پول هست، نگران نباشون. خب ببین پس سه رو سب میکنم. شد نشد دیگه تمام. آره دیگه، نه اون اتفاق افتاده. آره باش، خیال شما راحت باشه. مراقب باش. چطور شد خانم با این ماجرا کنار اومد؟ خانومم کنار نیومد، من اصلا چند روز با من حرف نمیزد. راستش خانومم قبول کرد که من با امام جماعت مسجدمون صحبت کنم. منم رفتم پیش حاج آقا، گفتم این پول یکم شبهناکه، یعنی یه جوری هم هست که نمیتونم پس بدم. گفت شما رد مظالم بده، اینه که میتونی از پول استفاده کن. شما به حاج آقا کامل توضیح دادی این پول از کجا اومده؟ نه دیگه، گفتم شبهناکه. چرا توضیح ندادی؟ خب راستش ترسیدم از آقا بگه همه پولو پس بده. منم یه جور وابسته شده بودم به این پولا دیگه، اینه که نگفتم. راستش یه مقدار از این پولو دادم به خانومم که داد به چند تا فقیر برای رد مظالم. خودم هم یه زیر پله گرفتم، یه کفاشی کوچیک اینجوری را انداختم، باقیشم به زندگیم یه سر و سامونی دادم. راضی به زحمت شما نیستم، سلامت باشی. یه سعی جایی نا شکسته یه ناوت کنم، همش کاغذم. دست ما دردم کنم، ببخشیدم. یه سر من باشی باشی. جانا کجا ها؟ چرا مراقب اشکال نداره میبینی لعیه خانم، میبینی چه کرده. گفتم بهت گسته چیزی رو نخور اینا. میبینی نگاه دست درم بشین روی این مبل من جان من، بشین تلویزیون نگاه کن دیگه. چرا خاموش کردی اونو؟ نگاه اون تابلوه چقدر خوشگله. آقا سلی میگم این آینه کجا بزنیم؟ هر جا شما بگی. سلیقه شماست، هر چی شما بگی.
اینجا فکر کنم خوبن، اینجا بزن لطفا. اینجا هم خوبه. آره آره، اون چکشو میخوا از اون اتاق بیار بودم. اونجا هم خوبه. اخ اخ اخ. سیز خیر و برکتی داشت، گربونش برم. ماشین خریدیم، از دست فروش خلاص شدیم، مغازه زدیم، خونه رو بزرگش کردیم. خدایا شکرت، گفتم اون اتفاق بعد بیفته افتاد. دیدی؟ ابا سلی نمیخواب تو زوقت بزنم، ولی اصلا مدیر رو یه جوریه. چه جوریه؟ قذبت نسا؟ نه اصلا این کن تو درم دارن رخ میشورن، اگه هیچی اشتباه. آقا باز که شما نگرانی که عزیز من، شما که الان با حاضرگاه هم صحبت کردی مشکلی نداری که. خدا برامون خواسته باشه دلانو، همه دیر زارم برداشته واسطه کرده این وسط. تمام، من باید برای شما جبران کنم، شما تو زندگی با من خیلی سختی کشید. جبران کنم. نمیخواد جبران کنی عزیز. چرا عزیزم؟ فقط جان لعی و عباس علی حواستو جمع کن، مخصد باشداری چه کار میکنم. تو این دو سال این همیرضا کریمی یا سالار خان با تماس نگرفتن؟ چرا؟ گرفتن. سلام حمید رضا، چطوری؟ بیا تو. عباس علی، تو چرا من نگفتی چک برگشتی داری؟ نپرسیدی، چه تو میگه؟ تو اصلا چرا دسته چک داری؟ عزیزای وام میخواستم، چک ضمانت میخواست، چطور مگه؟ مگه تو چقدر درآمد داری که به تو دسته چک دادن؟ کی اصلا به تو دسته چک داده؟ قربونت برم حمید رضا، احترامت واجب، ولی هرچی از دهن در میاد داری میگی یا؟ دیگه با زندگی خصوصی من چی کار دارم؟ با زندگی خصوصی تو چی کار دارم مرد حسابی؟ کاری که قرار بود انجام بشه همه رفته رو هوا، همه رو گیر و گور خورده. من چه میدونستم که حتما باید به شما بگم؟ علم غیب که نداشتم که عزیز من. حالا چی کار کنم؟ خوب گوش کن ببین چی میگم. سالار خان میاد پیشت، هر کاری گفت انجام میدی. میگی چشم چشم چشم. حالا نمیگه ناراحت نباش گرمت برم، بیا توی چای بخور بیا. آخه پسرم این همه پول ما دادیم به تو، 12 تومن بدهی چیه که نرفتی صافش کنی؟ آه اونو میگی؟ اون بدهی پسرمه زنمه، خیلی پررو شده بود، گفتم حالا باید دنبال پولت بدوی. اونم نامردی نکرد چک رفت برگشت زد، منم خونی شدم عصبی، گفتم حالا که اینجوریه حالا بدو دنبال پولت. تو که گول میدونم منو میشناسی، من که پول کسی نمیخورم که. آره نمیاد تو چای چیزی بخوری؟ آدمو به غلط کردن میندازی. سالار خان میاد پیشت، حواست باشه. باش مراقب باش. همین بود دلیلت؟ آقای باسپورس چه دروغی دارم بگم؟ فرداشم سالار خان اومد میشه. وقتی حمید رضا اینقدر برزخ اومد پیشم، گفتم سالار خانم که اینقدر اونوقه، اون دیگه چی کار میخواد بکنه؟ ولی اون چیزی که فکر میکردم نیومد، اصلا خیلی مهربون بود. خب شک نکردی چرا با تون برخورد نکرد؟ نه چرا بس شک میکردم، محبتش نشون داد دیگه. نه نه شک نکردم. اینم 12 میلیون پول نخ.
دست شما درد نکنه. سالار خان واقعا شرمنده و از اون پول چیزی باقی نمونده تقدیم کنم. نیازی نیست، فقط حواست باشه اینجا فرم درخواست رفع سوء اثر برگشت چکم پر کنی. فرم؟ یه بار دیگه میگی نفس کنم، فرم سوء قصد؟ فرم درخواست رفع سوء اثر برگشت چک. رفع سوء؟ آه بله چشم. دو روز دیگه هم میای همینجا درخواست دست چک جدید میدی. دستتون درد. من اینجا منتظر میمونم تا مطمئن بشم به گیر و گور نخوری. شرمنده شهر سالار خان، دستتون درد نکن. با اجازه. سه روز بعد سالار خان با یه بند خدای دیگه اومدن در مغازه. واقعا شرمنده شهر سالار خان. هر جایی که علامت داره رو امضا کن حاجی حسینی. بله. از این به بعد یه کار ما با شما تمومه. شما با آقای فرهاد طرفین. امضا کن دیگه حاجی حسینی. ما گور نداریم کفن داشته باشیم. پوت حالا حاضر بشیم. ان شاء الله می طلبه میری حاجی میشی ما هم دعا میکنیم. باشه دلانم. آقا فرهاد شما گفتین که میخواین نفت و اینا به امید خدا بیارین. من از نفت و اینا سر در نمیارم ها. نفتو میخرین؟ می‌ریزیم تو دبه، شما گوشه کفاشی خورد خورد می‌فروشیم. واقعا؟ مردم مگه نفت می‌خرن در مغازه؟ ضرر می‌کنه، باور کن ضرر می‌کنه. امضا کن عباس علی، امضا کن. نفت و نه، سوالم اینه که نمیشه یه چیز خریدی راحت بشه فروخت. نفت شما نگران اونش نباش. شما به عنوان مدیر دستور میدی نفت خریداری بشه، ما هم به عنوان کارمندای شرکت براش مشتری جور می‌کنیم. نه میگم من چون از نفت شناخت اینجوری نمیفهمم خب راجع به نفت که نمیدونم. میگم مسئولیتش با خودتون باشه. دستتون درد نکنه. فقط همه برگه‌های اینم باید امضا کنید. چه سفید امضا؟ آخه مدیر عامل شرکتی. ما هر کاری بخوایم بکنیم باید اجازه شما باشه. اینم امضا میکنی به خاطر اینکه اگه یه وقت کار فوری پیش اومد گیر نکن. نه میگم یعنی چه سفید امضا اون راستش دست چکی که امضا کردم اصلا حال خودم نبودم. تا دو روز کاغذ میدیدم، یعنی همش میدیدم مامورا ریختن، یعنی همش دنبال من، حال خودم نبودم. اینه که بعد یه مدت دیگه یواش یواش یادم رفت. یعنی خب از حمید رضا هم پرسجو کردم، اونم گفت که حالا هر وقت وقتش بشه بهت میگم. اینم خدمت شما. قابل دست شما درد نکنه. ممنون سالار خان. ممنون دست شما درد نکنه. این خدمت شما دست دستتون درد نکنه. بله. خدمت شما. با اجازهتون. قربون شما. سالار خان خدمت میرسه. تا چند وقت پیش که فهمیدم بدبخت شدم. هم 115 میلیارد تومان بدهی بالا آوردم. همین که ممنون خروج شدم. حواس علی کریمی. بله. باش بینجا. بینجا. چشم. صورت مجلس اسخارات رو امضا کن، این تلفن و نشونی پسرمون حمیدرضا کریمی رو بنویس. فقط نشونی عموم رو می‌نویسم دیگه، اون که نیست. حالا هر جا رفته نشونی جدیدش اون رو بنویس. خب نمیشه که، اون الان سینه قبرستونه، یک ساله که فوت کرده. مرده حسابی تو اومدی از یه مرده داری شکایت میکنی؟ خب سیکار باید میکردم. من که سالار خانو که نمیشناختم. اونی هم که دست چکو ازم گرفت نمیشناختم. گفت فرحته. من خب فرحت از کجا میشناختم؟ حمیدرضا کریمی پسرمون چجوری مرد؟ حالا گفتن که توی جاده شمال تصادف کرده مرده. خب براش پرونده تشکیل شده؟ پرونده برای چی؟ مگه برای تصادف پرونده تشکیل میدن؟ آقای کریمی همه این چیزهایی که داری میگی مشکوکه. مشکوکه؟ یعنی چی مشکوکه؟ یعنی میخواییم بگین همه دزها رو کشتم؟ من چه حرفی زدم؟ گفتم حدس میزنم. آه دادمیان
خیلی خوب آروم باش. خیلی برو بشین. برو بشین. بگم برات آب بیارم. پاشو برو بیرون یه دوری بزن سرت هوا بخوره. پاشو لطفا پس از شنیدن صدای بو پیام خود را بگذارید. الو موسا، من تو رو برای پول به کسی رو نزده بودم، جواب تلفنم هم که نمیدی. یه مردونگی کن، به قولی که دادی عمل کن. الو موسا، الو سلام علیکم. جعجب شرمنده، من یکم کارم استانبول طول کشید، ولی امروز صبح رسیدم تهران. این قضیه عباس علی چی شد؟ حل شد یا برم سر وقتش؟ صبح بخیر. من یه به تو پول میدم یه شرکت بی درد سر به من بدی. بیا چک برگشته یارو عباس علی، اینم از بامبول الانش. از اون روز اول اشتباه کردم رفتم سراغش. یعنی اشتباهمون فامیلش بود، اون ماری که تو آسین پرورش دادم بعد برای خودم شاخ شد. خودم دوم عباس علی رو میچینم براتون. تو نمیخواد کاری بکنی، من خودم بهش پول دادم نشوندمش سر جاش. خب بس به خیر گذشته. ولی دلیل نمیشه تو کمکاری تو به عهده نگیری. امانی بفهمه چه گندی زدی ازت بد جوری شاکی میشه. آقای مهندس شما خود دست تو کاره. میدونی دیکته ننوشته غلط نداره. من به اندازه موهای سرم شرکت ردیف کردم فروختم. حالا این وسط مسدا دو صد تا باگ دیگه طبیعیه دیگه. به مرد ناحسابی، یه دونه باگ میتونه حیثیت جماعتی رو به باد بده. بهتون میگم طبیعیه. چی طبیعیه؟ حق با شماست. تنها کاری که میتونم بکنم مزخاییه. اگه ایران بودم خودم حلش میکردم، زحمت شما نشه. اگه بازم مشکلی بود هستم که تفریم حل. احمق. الو بله. دو تا کنفلکس رژیمی هم بگین. بله بله، با یه قهوه، یه نوشابه خانواده. بگین زود برام بیارن، دارن زنگ میزنن. باشه باشه، خدا حافظ. بله سلامتی خانم. هدایتم مسلمی. سلام علیکم آقا موسا. هم پیش پای شما رفتن صرافی. میشه دعوا کنیم بیام دست بالام بشورم؟ سر کوچه‌تون موتورم خراب شد، دست بالام همه روغنی شده. باشه اشکال نداره. دست شما درد نکنه.
من نمیخواستین دستونو بشورین، پس چرا اومدین بالا؟ باید باهاتون حرف بزنم، کار مهمی دارم. اه کجا؟ کاش میخواستین بیاین با آقا موسا تماس میگرفتین، هماهنگ میکردین. شاید قسمت بوده که آقا موسا نباشه و من با شما صحبت کنم. با من؟ شما مثل خواهر من. من اون روز که اومدم از آقا موسا کمک خواستم، به هم قول داد ولی کاری نکرد. آقا موسا شما رو دوست داره، لابد یه مشکلی براش پیش اومده بوده یا یه دلیل موجهی داشته. نه، موسا از دست من عصبانیه، کینه داره. آدم کینه‌ای نیست. البته شما هم هیچ وقت در موردش خوب نگفتینا. خوب الان گرفتارم. خیر ایشالا. نه خیر نیست، ولی اگر شما یه کاری بکنی ممکنه خیر بشه. من چی کار میتونم بکنم؟ به موسا بگید پولی رو که میخوام به هم قرض بده، چه که تضمینم بهش میدم. موسا به حرف من هیچ کاری انجام نمیده. مگه میشه؟ شما همسرشید، کار بدی نمیخوایم بکنه. میخوام یه کمکی به من بکنه. وقتی جوون بودیم من خیلی بهش کمک کردم، الان همه رو یادش رفته. در هر صورت چیزایی بوده که بین خودتون گذاشته، من که در جریان نیستم. خب حالا میگم که در جریان قرار بگیرید. دروغ که نمیگم. من نمیگم شما دروغ میگین، ولی کاری از دست من بر نمیاد. گفتنش به شما ضرری میزنه. موسا دوست نداره من تو کاراش دخالت بکنم. اگه به شما گفته نمیشه حتما یه دلیلی داره. من که هر چی میگم شما باز حرف خودتو میزنی. بله دلیل داره، میخواد شاخ منه بشکنه، عقده شده براش، میخواد انتقام بگیره. موسا اینقدر سر شلوغ و گرفتاری داره که اصلا به این چیزا فکر نمیکنه. اگه شما رو نمیدید اصلا یادش نبود یه همچین رفیقی داره. گفتم که از من کینه داره. این چه حرفیه میزنین؟ تو حق نداری راجع به شوهر من اینجور صحبت کنی. من اصلا خوشم نمیاد. برش رو بیرون. بیرون. اصلا تقصیر منه که در رو باز کردم. چون به دروغ گفتی میخوام دستم بشورم. برو بیرون. بلنشو برو بیرون. من با 180-90 میلیون کارم را میفته. این که برای شما پولی نیست. اصلا چه معنی داره تو تنهایی باشت اومد اینجا؟ بلنش برو بیرون، با موسا تماس بگی هر وقت بهت اجازه داد بیا تو این خونه. بلنشو، من هم میخوام برم بیرون کار دارم. بلنشو، گفتم بلنشو برو بیرون. آها پس نمیری. باید به موسا زنگ بزنم. هی پول میخوام، پول میخوام. انگار ما سر گنج نشستیم. اون موقع که شوهر بدبخت من داشت تو بازار جون میکرد، تو پی یللی تللی بودی. فهمیدی؟ اون موقع عرضه پول در آوردن نداشتی، الان هم نداری. فقط بلدی دست رو دراز کنی، شلو مردم گدایی کنی. همش تقصیر موسا. الان میرم به موسا زنگ میزنم بیاد این آشغال بگیرم اندازتت بیرون. که گفتی تا قبل از این معامله غیر و فرآورده‌های نفتی هیچ سابقه دیگه ای نداشته. پس چجوری بدون پیچینه وارد یه همچین معامله بزرگی شده؟ خب میتونیم از طریق شرکت درخشان پیگیری کنیم. همه چی مبهمه. پس از کجا معلوم اینا دستشون با اینایی که شرکت‌های سوری میسازن توی کاسه نمیشه؟ اگه شما صلاح بدونی من سابقه آدمایی که اونجا تصمیم گیرنده هستن در بیارم. خب فقط زودتر انجامش بده دیگه.
شما به این عباس علی کریمی مطمئنی؟ بابا خودش اومده شکایت کرده، دلیلی نداره بخواد دروغ بگه. بابا شما مثلا درگیر یه مسئله مالی شده بودن. بابا ساده تر از این حرفاس. خدا کنه اینجوری که شما فقط این باقی معاملات قیر و فروردهای نفتی این شرکت درخشان هم در بیار. باشه. میگم نوید تو با این سگوله ها چجوری میخوابی شبا؟ یکیشو که مادر خانمم میخوابونه، یکیشو خانمم میخوابونه، یکیشم که خواهر خانم. حسابی خوش میگذره دیگه نه؟ نه بابا من هر یه ساعت پا میشم برای هر کدومش شیر درست میکنم. در عمل از همه‌شون دارم کمتر میخوام. رحمت مادر برای بچه‌ها میکشه، همیشه هم باید قدردان مادر بچه‌ها. من هر یک ساعت دارم پا میشم. نه خودتو لوس نکن. بابا من این همه دارم زحمت میکشم چرا نمیبینی شما؟ مادر فقط مادر. ان شاء الله خدا یه سقودو بهتون بده. دیگه گفتم. خدا فعلا. چه؟ طلا واسه یکی قرض گرفتم. قرض؟ این همه اونم طلا؟ پول نداشت اینا رو داد، منم به جاش طلا پس میدم. خب آقا جون وامی که گفتیم میگیرین نشد، کلی هم داد و فریاد کردم به جایی نرسید. اون دوست سروش با طلا فروشی محلشون آشناس هنوز؟ همون که پارسال اون ربع سکه رو بردی فروختی بهش؟ نمیدونم. خب که چی؟ اینا رو ببر بفروش بهش. باشه، فقط کاغذ خریداش؟ اینا طلاهای قدیمی زنش بوده، اگه کاغذ خریداش که به تو زنی نمیزدن. آقا جون این طلاها رو بدون کاغذ خرید بعید میدونم بشه فروخ. من نگفتی طرف آشناس؟ بگو ننم مریضه.
اگه پول عملش جونشه سقط میشه. بگو یه مبلغش نگرده کاغذ خرید آوردیم بقیهش بهمون بده. آقا جون میگم یه وقت درد سر نشه واسه من. تو کار من دخالت میکنی؟ کاری که بهت میگم بکن دیگه. بگو پولش رو بزنه به کارتت، 20 تومنش هم نقد بگیر. امروز چندم بود؟ امروز فکر کنم پنجمه ها؟ نه بذارید آره پنجمه. خیلی خوب برو دیگه. چرا باشیدی من این نگاه میکنی؟ آه باش. بازار موبایل رو ریختم به هم دیگه. بله چند ماه قبل با مسببه های جدید قیمت ها رشد کرد. خب خدمت شما اونا رو بعد اونا سوء استفاده کردن دیگه. بله حالا من قرار جلب دادرسی زدم به اتهام قاچاق سازمان یافته. بله قاچاق سازمان یافته. بر صورت من پرونده رو فرستادم برای اظهار نظر. نه خیر نمیشه. نه خیر. خداحافظ شما. از تهران خارج نمیشی تا دوباره احضارت کنم. بفرمایید. چشم. بفرمایید. جناب حسینی، چند لحظه میتونم بیام داخل؟ بفرمایید. همین الان از دفتر دادستان تماس گرفتن، گفتن که یه قتل اتفاق افتاده. بازپرسای قتل هم هیچ کدومشون نیستن. یکیشون انگار رفته اطراف تهران برای بازسازی صحنه قتل، اون یکی هم انگار رفته مرخصی. خانم فنایان، اینا رو برای چی به شما گفتن؟ اصلا الان شما اینا رو برای چی داری به من میگی؟ بله میدونم، ولی حاج آقا حمیدی زنگ زدن گفتن که شما تشریف ببری سر صحنه قتل. حاج آقا حمیدی؟ بله. من برم سر صحنه قتل؟ بله شما. حاجه حالا ماجرا چی هست؟ والا نمیدونم. گزارش پلیس آگاهی رو ارجاع دادن شعبه ما. الان میرم گزارشش رو میارم خدمت. خیلی خوب. بذار با آقای حمیدی صحبت کنم ببینم اصلا ماجرا چیه. چشم. حاجی سلام. این ماجرای قتل. بله. تماس میگیرم یه ساعت دیگه. ببخشید شما حسینی هستم. باز پرس. سلام علیکم. اصلا نمیشه. سلام جناب حسینی. سلام علیکم. سرگرد زندیه هست. احوال شما؟ به ما اطلاع داده بودن که شما تشریف میگیرید. چیزی هم دستگیرتون شده؟ بله بفرمایید. سلام فرسا نباشید. سلام. خدا قوت. نظرت چیه سرگرد؟ آثار درگیری روی جنازه نیست. ظاهر ماجرا اینه که سر خورده و ضربه مغزی شده. باید منتظر نظریه پزشکی قانونی باشه. باطن ماجرا چیه که مشکوک شدید؟ موبایل متوفاست. تو آشپزخونه پیدا کردیم. البته شکسته. همسرش. آه.
سلام علیکم. سلام. چرا باید این اتفاق بیفته؟ چرا؟ خدا بهتون صبر بده، اما آخرتون باشه. نگران نباشید، انشالله همه چی روشن میشه. شما شغلتون چیه؟ من صرافی دارم. چرا حسینی یه موردی هست که باید تشریف بیاریم ببینیم؟ چی داریم بالا؟ تشریف بیاریم ببینیم، نظرتونم به ما بگیم. به نظرم جالبه. حسن نباش. سلام. حسن نباش. ممنون. ظاهرن دستن خورده است. ظاهرن؟ به اهالی خونه بگید اگه پول، طلا، جواهر، هر چیزی کم و کسر شده اطلاع بدن. در ضمن از تهران خارج نشه. پسر کوچیک خانواده هنوز خبردار نشده. اونجور که به من اطلاع دادن رفت آمدی با خانواده نداره. هر چه قدم تماس میگیریم گوشیش خاموشه. خمونم نباید از تهران خارج بشه دیگه. جنازه رو ببرید. باش. ببریدش. چیزی از طلاها به مادر تو به او یا نگو. دوز عجیبی بوده، یه جعبه طلا بوده، دوز چند تا تکش بوده. مرتضی بابات این همه پول از کجا آورد؟ تو این چند وقت غریبه ای کسی به خونتون نیومده، باش ارتباط نداشت. این طرف مقتول بول داده؟ شاید هم خودش سوء خورده افتاده. من آقای هدایت مسلمی؟ بله. از سارا تماس میگیرم، باید یه سر تشریف بیارید اینجا.